سپاس. ارتباط ما برقرار شده با آقای بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندو. آقای ترکی سلام، وقت بخیر. سلام، عرض ادب خدمت شما و بیننده محترم. شما سلامت باشید. آقای ترکی، هفته پیش صحبت های شاگردتان را شنیدید؟ متاسفانه نخیر. نثار عبدالرمزی در رابطه با شما صحبت کرد، در رابطه با کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی صحبت کرد، خیلی گلایه داشت از نحوه برخوردی که با او شده بود و حتی گفت که برای یک سال مدال ما گم شده بود و بعد از یک سال مدال المپیکی مرا برام پس دادن. خیلی گلایه کرد. آیا فکر نمی کنید باید چنین ورزشکارانی را حفظ کنیم؟ حتی اگر گلایه مند باشه نثار احمد عبدالرمزی، باید ورزشکار همراهی صحبت کنیم و کاری کنیم که برگرده دوباره به میادین ورزشی. تشکر. خب وظیفه فدراسیون امی است که زمینه را مستعد بسازه برای ورزشکارا استعدادیابی کنه، بهترین چهره ها را بدون از اینکه ملحوظات قومی، لسانی، مذهبی را رنگ و پوست را مد نظر بگیره، بهترین ها را از نقاط مختلف افغانستان مسابقات ملی را برگزار کنه، استعدادیابی کنه و او را برای مربی تیم ملی تکواندو یا هر رشته ورزشی دیگه تسلیم کنه و بعد از اون سرشان سرمایه‌گذاری شود. بر از اونا زمین های بهتر تمرینات مساعد شود، زمینه رفتن برای مسابقات خارجی برشان مساعد شود. این وظیفه فدراسیون است و وقتی در تیم ملی نه وظیفه مربی است که به لحاظ فنی روحی و روانی اونا را آماده بسازد تا اونا افتخار آفرین شوند برای افغانستان. اما این که ما مشکلات بودیجوی داریم، نمیتونیم پسال و ورزشکارای خود به وعده که اینا توقع دارن ما سانتر کنیم یا بتانیم برای اینا زنین های خوب بودیجوی را مساعد بسازیم، این برمیگرده به تمام مو شرایطی که در افغانستان از فعلا شما بهتر میفهمین. آقای ترکی، نثار احمد عبدالرمزی، خیلی جاها شما آمدید و گفتید که ورزشکاری بود که در المپیک جوانان مدال گرفت. خیلی جاها شما از نثار احمد عبدالرمزی یاد کردید. من میگم که نباید حالا به هر شکلی او را حفظ میکردیم. خب حفظ کردن از او یگانه راش امی است که اونا باید در تمرینات تیم ملی حضور میداشته بودن، یا مثال در مسابقات ملی که برگزار شد دوباره می آمدن مسابقه می کردن، دوباره از دمو قهرمانی خود دفاع می کردن و می آمدن در اینجا من حیث یک ورزشکار تیم ملی برای کشورشان افتخار آفرین می شدن. این که فدراسیون تکواندو یا کمیته ملی المپیک در این قسمت کدام گناهی نداره که مثال برای آقای نثار احمد عبدالرمزی مثال موتر داده نشده، خانه داده نشده. ای به نظر من فکر میکنم که کمک وری توقعشان از این سری افغانستان کم بالاتر است، چون ورزشکار وقتی که مدال میگیره، مدال کسب میکنه، هدف اصلیشان امی است که مردم خود خوشحال بسازه. ای که تا حال به شکل همون درستش فرهنگ ورزش در افغانستان نهادینه نشده، او دیگه گناه فدراسیون یا مربی یا کمیته ملی المپیک افغانستان نیست دیگه. آقای ترکی، یک موضوع هفته پیش نثار احمد عبدالرمزی اشاره کرد. خب درست است، ورزشکار باید به خاطر وطنش مسابقه کنه، به خاطر بیرق افغانستان در میادین بین المللی حضور داشته باشه، ولی دیگه وظیفه ای نداره ورزشکار، دیگه کاری نمیکنه، از همین راه نان میخوره. و هر صورت باید از لحاظ مالی تامین شوه یک ورزشکار و یک ورزشکار المپیکی. شما رئیس فدراسیون تکواندو، رئیس تربیت بدنی، مشاور ورزش افغانستان، هر جا شیشتین گفتید نثار احمد عبدالرمزی و هر جا شیشتین از اون نام گرفتین، ولی خودش آمد گفت مرا هیچ گونه حمایت مالی نکردند. نباید کمی برش حق بدیم؟ ببینین فدراسیون تکواندو و کمیته ملی المپیک، اما ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم، سر ما چی داره که آقای عبدالرمزی حق داشت او را برای شما انجام دادیم، اما در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره به او سویه که توقع از اونا است، متاسفانه که نه المپیک میتونه که او خواست از او را برآورده بسازه و نه فدراسیون تکواندو میتونه. ببینید، ما خدمت شما در برنامه هفته گذشته
امرتون صحبت کردم. ما همه قدر تانستیم که امرای رئیس کمیته ملی المپیک صحبت کنیم و برای آقای عبدالرضا ماهانه 20,000 افغانی معاش دادمش در طرف کمیته ملی المپیک افغانستان. به نظر من در شرایط فعلی ما 20,000 افغانی برش کفایت میکرد. شما متاسفانه صحبت‌های هفته پیش نثار احمد ندیدید. فقط یک موضوع دیگه که اشاره کرد نثار احمد عبدالرضا این بود که با تمام احترامی که به شما داره و شما رو دوست داره، گفت استاد بشیر ترکی به دلیل ارتباطاتی که با تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک داره از خیلی از مسائل چشم پوشی کردند، از خیلی موضوعات را بیان نکردند و بیان نمی‌کنند. زمانی که آقای عبدالرحیم‌زای از مسابقات المپیک آمد، فدراسیون ملی تکواندو افغانستان مبلغ 300,000 افغانی را برش در نظر گرفت و او را برش تسلیم کردند. همچنان ریاست محترم تربیت بدنی برش 150,000 افغانی را در نظر گرفت و دو روز قبل از امروز ریاست محترم جمهوری 150,000 افغانی دیگر هم برشان به طور تحفه در نظر گرفتن. من میگم آقای ترکی، من میگم پس مشکل نثار احمد عبدالرضا چی است؟ برین امروش بشینین، امروش گفتگو کنین، صحبت کنین، مشکل چی است؟ خب چرا خانه نشین شده؟ خدمت تو نرس کردم پیشتر فدراسیون تکواندو کنم مشکل امرای نثار احمد عبدالرضا نداره. خب مشکل دیگه است که آقای عبدالرضا خودش در مسابقات ملی اشتراک نکردن. نه اینال یک نفر که نمیخواد یک مسابقه اشتراک کنه، شما خود نمیتونین به زور بیارین در یک جای. و مثال اگر او یک شرایط را میمانه سر شما، او شرایط نمیتونه که مثال تربیت بدنی کمیته ملی المپیک و فدراسیون تکواندو برآورده کنه دیگه. باز چی گونه میتونین شما مثال او را برین بیارین؟ ما خب به زور کار کرده نمیتونیم. فدراسیون تکواندو افغانستان دروازش همیشه از کمیته ملی المپیک، از تربیت بدنی برای تمام ورزشکارا باز است و بخصوص آقای عبدالرحیم‌زای. هر زمان که اینا بیان در مسابقات ملی اشتراک کنن و وضعیت تیم ملی دوباره وضعیت تیم ملی را بگیرن، فدراسیون تکواندو خب مثل برادر ماست، مثل کس هست، مثل ما او را بسیار به ناز و بازار تربیت کردیم و صاحب این مدال شده. خواهد برکت همین فدراسیون تکواندو و کمیته ملی در مجموع 6 لک برایشان کمک شده بود. 6 لک کمک شده بود و حالا 20,000 افغانی هم برش می دادن که متاسفانه اونا قبول نکردن. تشکر. تشکر آقای ترکی، مربی تیم ملی تکواندو. فرصت شما قضاوت کنید مردم عزیز. صحبت پایانی شما. موضوعات بسیاری موضوعات در داخل افغانستان به نام فساد از گفته مردم زیر قالین تر میکنه، اما اساس گپی است که ما فقدان استعداد داریم، فقدان ظرفیت داریم. یک روز شما در همین برنامه گفتید که سیستمی که ورزش افغانستان استفاده میکنه سیستم 40 سال پیش است. 40 سال هم نیست، 60 سال پیشه. 40 سال پیش هم شاید یک سیستم جوابدهی ما داشته باشیم. بلد. امروز فدراسیون هم پیسه را میگیرن، باد میکنن، کدام جای هر رقم جیب هر کی گرفت، هیچ پرسان از پیش از اونا نیست، جواب ده نیستن، کجا میره این پیسه؟ تشکر. آقای لورستانی، رئیس سازمان سرفسی، منتظر برگزاری فصل دوم شب نبرد هستیم. حتما موضوعات ورزش افغانستان را جدیتر از قبل پیگیری میکنیم و انشاءالله که شما ببینید و اینکه به هر صورت قضاوت در دست شما هست مردم عزیز. وقفه.